ممنون از دعوت. سلام و سلام ها به سلامتی دیدار چهره به چهره و روبروی یارانی چون شما. بسا بسیار خرسندم که مرا به گرد همایی سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی دعوت کرده اید. سپاسگزارم از نوشین آگاهی عزیز که سبب ساز حضور من در این جمع شد و همچنین سپاسگزارم از تلاش‌های همیدا هویدا برای تدارکات این سفر قاره‌ای و سپاس فراوان از آقای امید میلانی که با جدیت و صبوری این روند مشکل آفرین را مدیریت کردند. امیدوارم که ارائه نظرات و صحبت‌های امشب من اندک کمکی باشد در شان سبک کردن این عزیزان از بار گران به پا و از بار گران به پا کردن این دیدار. هرچند که اولین لحظه دیدار من با همیرای عزیز باری از شانه او بر نداشت که هیچ باری هم گذاشت، اما برای من غنیمت بود که در آن چالشی که بعدها برایتان خواهم گفت، تماشای زنی به این جسته ظریف و بدین قدرت ستور در برخورد با راننده ای که رفتاری بسیار مرد سالارانه و غیر شایسته داشت. القصه دو سالی از اعلام موجودیت کمپین داستان ما یکیست می‌گذرد. کمپینی که از نگاه من فراخوانی است برای دعوت از دیگری برای پیوستن و پیوستن به دیگری برای گستردن. خوش شانس بودم یا خوش انتخاب که از اولین روزهای تشکیل این کمپین در شهر لاهه کنار مارخا مارتن و کارولاین فاندرفورد از مسئولان محفل بهائی‌های هلند و دیگر دوستان بهائی در هلند بودم. امروز دیگر خود را عضوی از این کمپین می‌دانم، عضوی که لبیک گویان به این فراخوان تا رسیدن به اهداف آن وحدت موعود به جان و به جهد همگامی خواهم کرد. امید دارم که این مقدمه روزنه کوچک باشد برای راهگشایی به افق‌های بزرگ. همین روزنه‌های کوچک می‌تواند راهنشانی باشد برای طی مسیری که با پرسشگری و تفکر انتقادی در هر گام راهی نو و پرسشی نو پیش پای ما می‌گشاید. مثلا پرسش‌های از این دست: آیا قرائت و ارزیابی همه ما از وحدت در گونه‌گونی یا همان وحدت در تکثر یکی است؟ آیا نشانی فضاها و مکانهای اکنونی وحدت در گونه‌گونی را بلدیم؟ آیا می‌دانیم در سرزمین وحدت ما جایگاه و خانه‌ای آنکه چونان جایگاه و خانه آنکه چونان دیگری نگریسته می شود کجاست؟ آیا موقعیت مندی ما توان و اجازه تشخیص و یا صدور فرمانی را دارد که در دوراهی دین و دنیا کدام یک راه به وحدت می برد؟ هرچند که پاسخ تمامی این پرسش ها در این کوتاه میسر نیست، اما امیدوارم که این پرسش‌ها علامت‌های سؤالی باشد که ما با خود از این سالن بیرون می‌بریم و تا سال‌های آینده، شاید هم روزهای آینده، در کنار هم پاسخی مناسب بیابیم. برای پاسخ به این چهار پرسش در چهار راه گذار از واگرایی به همگرایی، می‌خواهم از آدری لورد، نویسنده رنگین پوست، فمینیست، شاعر و فعال حقوق مدنی امریکا کمک بگیرم. او در تعریف وحدت در گونه‌گونی می‌گوید: این تفاوت‌های ما نیست که ما را از هم جدا می‌کند. این ناتوانی ما در شناخت، پذیرش و تجلیل از آن تفاوت‌هاست که ما را از وحدت و یگانگی جدا می‌کند. بدین معنی می‌خواهم بگویم که
فراخوان و کمپین داستان ما یکیست، در حقیقت داستان دعوتی است برای وحدت و یگانگی با همداستانهایی که طی سالها و اخص طی 45 سال گذشته در هولناکترین دوران از یکدیگر دور نگه داشته شدیم. بشکناد آن دست که ما را ز هم جدا ساخت. حالا پس از گذار از کور راه‌های تجارب تلخ و شیرین، موسم همدستی ما همداستان‌ها رسیده است. موسم مرهم گذاشتن بر زخم‌های مشترک و موسم نگاهبانی از یکدیگر تا مباد که زخمی از دشنه‌ای پنهان و یا آشکار بر ما فرود آید. 41 سال پیش 10 زن شجاع در یک شب، در یک زندان و در یک آن هولناک اعدام شدند و ما، خیلی از ما که امروز اینجا نشسته ایم، خبردار نشدیم. یک سال پیش، درست در 40 سالگی چنین جنایت سهمناکی یادمان آمد که آن واقعه را نه فقط در میان همکیشان و همفکران این 10 زن که در میان جمله دادخواهان این 40 سال همچون 10 فرمان آونگ بر دار راستی آزمایی از نو برخوانی کنیم. برخوانی این مرثیه همزمان بود با اوجگیری جنبش معصومانه و مستقل زن زندگی آزادی، همچون نشانه‌ای برای یگانگی و تداوم مبارزات زنان ایران که ریشه‌های 200 سالش درخت تنومند جنبش زنان را بارور کرده بود. آنچه کمک رسان افشای این حقیقت فاجعه بار بود، فضای مجازی بود و نیز رسانه‌های سکولار، هرچند با تعلق به آیین بهائیت. این فضای مجازی در کنار مکانی ساخته شده از واقعیت تلخ زندانی بودن، همچون بند زنان زندان اوین، در کتابت و رؤیت پذیر کردن این فاجعه و فجایع مشابه نقش‌آفرینی ها کرد و بر وحدت ستم دیدگان و مورد تبعیض روا شدگان تا به امروز پای فشرد. این فراخوان صدای آشنا داشت، صدای رسای طاهره قرة العین. آن زن، آن زهدان خردمندی که تا به امروز زایاست. آن زن که نزدیک به 200 سال پیش حجاب از سر بر گرفت و در جمع مردان همکیش چونان به زیبایی و قدرت قد برافراشت و سخن گفت که حتی تنی چند از مردان همکیش او چنین قدرتی را بر نتابادند و گلو دریدند. هرچند که توان ساکت کردن بانگ رسایی که از گلوی طاهره برخاست نداشتند و آن بانگ هنوز هم به گوش می رسد. راستی هر بار که صدایی به بانگی رسا در رسای برابری، عدالت و صداقت برمی خیزد، انگار ما زنان و مردان آزادی خواه دوباره از زهدان خردمند طاهره زاییده می شویم. ما زنانی از سلاله اوییم. ما که با آوازهای 200 ساله آزادی و برابری او زاییده شدیم، که گفت یک بار زاید آدمی، من بارها زاییده ام. آری، داستان ما هم نوایی و هم صدایی ماست در روایت رنجها و ستمهایی که بر ما روا شده است. بیش از 40 سال است که داستان ما یکیست در تمام نیمه شبها و سحرگاه های پیش از اذان اعدام. داستان هولناک مردانی که سر و صورت با کلاه‌های سیاه می پوشند و زنان را در مقابل چشمان یکدیگر به دار می آویزند. و این به سال 1983 بود. اما پیشتر از آن، 1979،
1980، 81، 82. نه، نه آغازش در 1983 بود و نه هم در آن سال پایان گرفت. و تا به امروز هم ما شاهدان مغموم خوفناکترین اعدام، معصومترین ساکنان سرزمین آزادی خواهی هستیم. هم به امروز، درست در همین لحظه، یعنی در 29 روز از ماه آگوست 2024، چهار زن معترض به حجاب اجباری منتظر اجرای حکم خیشند. اجرای حکم اعدام خیشند. به راستی در تاریخ کدام سرزمین و کدام زمین نشانی از مغاکی چنین تیره برای زنان داشته ایم؟ در تاریخ کدام سرزمین و کدام زنی نشانی از زنانی چنین تابناک در تاباندن نور آفتاب آزادی و برابری داشته ایم؟ آری، داستان ما سال هاست که یکیست. داستان مقاومت و مبارزه مدنی تن تنها مانده زنان در حصر قوانین تبعیض‌آمیز. یکی شدن داستان ما آنگاه روشن‌تر به چشم آمد که در جنبش زن زندگی آزادی، مردان زره پوش، تن زیبای زنان و مردان ایران را نشانه گرفتند و خون سرخشان همچون رنگین ترین فرش پارسی کف پوش خیابانهای شهرهای ایرانمان شد. چگونه می توانیم پا بر این فرش بگذاریم و سر بر آن ننهیم؟ داستان ما یکیست وقتی مردان مسلح به سلاح‌های ساچمه‌ای، زیباترین چشم‌های خاورمیانه، چشم‌های زنان ایران را نشانه گرفتند. نه، بگذارید بگوییم وقتی مردان مسلح به قصد تهی کردن زیبایی چشم‌های ایران، همه آن چشم را به ساچمه‌های خشونت پر کردند. داستان ما یکیست وقتی دختران دانش آموز در مدرسه ای که باید خانه امن برای آموزش و پرورش آنها باشد، به سم مهلک جهالت و ارتجاع از پادر آمدند و زار و نزار روانه خانه و بیمارستان شدند. آری دوستان، داستان ما یکیست، اما سالهای سال جمهوری اسلامی با گفتمانی منعدانه از رسانه‌های در اختیار خیش و نیز با تصرف سپهر عمومی، از گفتمان دشمنی و دشمن انگاری یگانگی ما را سدادت کرد و جامعه روشنفکر، اعم از سکولار و دین باور و دگراندیش، حتی تبعیض‌های رواشده به اقلیت‌های دینی را هم وزن تبعیض‌های دیگر ندید. و ما همه سوت دلان رنج های تبعیض، همه غریبان وطن خیش و همه غریبان دیار غریب هم داستان شدیم. در این میان اما گاه به گاه برخی از دوستان بهایی تحت سرکوب نیز به دلیل و یا اگر اجازه نقد داشته باشم باید بگویم به دلیل دوری جستن از فعالیت سیاسی، ضرورت پیوستن به امواج خروشان مبارزات زنان ایران را نادیده می گرفت. جنبش‌های اجتماعی اعتراضی سال‌های اخیر، به ویژه جنبش زن زندگی آزادی، اما همداستانی ما را به رخ کشید و همه ما اهل آشتی و صلح و مدارا را شگفت زده کرد و به یاد جنبش باب انداخت که در مخالفت با استبداد و ریا و وطن فروشی سلسله قاجار با گرایشات مذهبی تشکیل شد. وقتی تن ما و آزادی زیستن این تن اساس سیاست ورزی حکومت باشد،
زخم‌های تن زنانه ما داستان 40 سال دردهای مشترک ماست. داستان ما یکی شد وقتی که آمال و آلام من یکی شد. داستان ما یکی شد وقتی اتحاد و همبستگی میان زنان زندانی از بهایی، مسلمان، کلیمی، زرتشتی، درویش، چپ، دین ناباور سه‌شنبه های نه به اعدام را اعلام کردند. آری، قصه ها و قصه های ما یکی بود. افسوس که گاه خودمان به انکارش نشستیم، که گفت هان تا ننهیم جام می از کف دست، در بی خبری فرد چه هوشیار و چه مست. داستان ما آنگاه یکی شد که ما زنان در زندانهای جمهوری اسلامی کنار هم نشستیم، هم سفره شدیم، درد دل کردیم، قصه گفتیم، آواز خواندیم، گریه کردیم، خندیدیم، رقصیدیم و باز هم رقصیدیم. داستان ما یکی شد وقتی همه زندانیان بند زنان اوین از چپ و اصلاح طلب، دین باور و ناباور، همه و همه در سالن ورزش بند عمومی ساعت‌هایی را به آموزش چرم دوزی و معرق کاری و دست‌سازی نشستند و دست‌سازهای خود را برای نمایشگاه از اوین با عشق همچون سوغات یگانگیشان به ما، به موزه جنبش زنان ایران در دیاری دور و غریب هدیه کردند. آری، زندانیان بند زنان اوین یکی شدند و فرش رنگارنگ دیگری از ایران را با دست سازهایشان برای من طرح زدند. فرشی از طرح وحدت. در پایان این صحبت، یک ویدیوی 2 دقیقه‌ای از این دست‌سازه ها که در سال گذشته در روز جهانی زن در لاهه در ساختمان آماره ارائه شد خواهید دید، که دست‌سازه های تمام زنان زندانی از همه بچه ها. در همان سالن ورزش و کفپوش سرامیکش بود که نازنین دیهیمی، عزیز از دست رفته جنبش دانشجویی، در جنبش سبز گوشه‌ای نشست و وسایل صحنه تئاتر و پوستر نمایش دوشیزه و مرگ آریل دورفمان را ساخت تا با شیوا نظرآهاری، بهاره هدایت، نسیم سلطان بیگی و مهسا امرآبادی زنان زندانی جنبش دانشجویی و دانشجویان محروم از تحصیل در شب‌های سیاه زندان چراغ تئاتر منتقد را روشن نگه دارد. نازنین دیهیمی، دوشیزه و مرگ را کارگردانی کرد و خود همان دوشیزه‌ای بود که مرگ شد. 3 سال پس از آزادی از زندان به مرگ پناه برد که در تنهایی و انزوا جایی برایش نمانده بود. در آن سالن ورزش در بند زندان اوین 40 تکه‌های مهوش شهریاری، یار همیشه یاران بهایی و غیر بهایی، معرق‌های نرگس محمدی برنده جایزه نوبل ایران، عروسک‌های نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف، قلاب بافی‌های فریبا کمال‌آبادی یار یاران بهایی و غیر بهایی، چرمکاری های نسیم، شال های سرخ لیلا حسینزاده دانشجوی چپگرا، تک دوزی های فائزه هاشمی اصلاح طلب و کیف های زیبای سروناز احمدی فعال حقوق کودک، نمایشی از تنوع و گونه‌گونی در جغرافیای بسته و کنترل شده را به رخ زندانبانان کشید. تابلوی زیبا از ایرانی که ما می‌خواهیم، وحدت در گوناگونگی، همان که از سال گذشته فریادش کرده ایم، داستان ما یکیست. امروز، درست امروز، به یاد پاک و صادق آن 10 زنی که بر آزادی انتخاب باور و دین خود پای فشردند به پا می ایستیم و دست در دست هم به نابرابری،
به بی‌عدالتی، به دروغ، به خشونت، به اعدام، به جنگ و به دیگر ستیزی نمی‌گوییم تا وحدت و یگانگی گونه‌گونگی را در زندان، خیابان، در فضای مجازی و در دیاسپورا جشن بگیریم. در این جشن یگانگی در به روی یکدیگر می‌گشاییم. از دین باور و دین ناباور، از بهایی و مسلمان و زرتشتی و کلیمی، در هر چرخ و واچرخ رقص‌های این جشن وحدت فرزندان از نو می‌زاییم، می‌زایانیم و خود دوباره زاده می‌شویم که گفت مانند طفلی در شکم من پرورش دارم ز خون، یک بار زاید آدمی، من بارها زاییدم.